همه افراد علاقه دارند که هم خودشون رو بشناسند و هم دیگران رو، ولی شناخت دیگران به راحتی ممکن نیست. باید زمان زیادی بگذره تا شما شخصیت دوست، همکار، فامیل و غیره رو بشناسید. ولی یک میانبر وجود داره که شما میتونید با تست شخصیت شناسی که روانشناس‌ها بر اساس اصول خاصی معیارهایی رو برای شناخت افراد مشخص کردن که با کمک اونها میتوان به خصوصیات کلی افراد پی برد و کمی در شناخت انسان‌ها به ما کمک میکنه. البته نمیشه مطمئن شد که حتما معیارها در همه افراد صدق میکنند. باید خودتون نیز برای شناخت آنها تلاش کنید و تنها با تست شخصیت شناسی افراد رو قضاوت نکنید. در ادامه برای دیدن این ویدیو با ما همراه باشید. شخصیت شناسی بر اساس رفتار با کارکنان رستوران. اگه میخواید کسی رو بشناسین، به رستوران برید و به طرز برخورد با افراد مختلف مانند گارسون، کارمند، نگهبان و غیره توجه کنید. باید توجه کنید که این فرد با توجه به موقعیت افراد به اونها احترام میذاره یا نه. اگه این گونه بود، ممکنه که فرد قابل اعتمادی نباشه. ولی اگه با همه به یک میزان مؤدب بود، پس فرد قابل اعتمادی هست. اگه هم بدرفتاری با افراد مختلف رو دیدین، خودتون رو گول نزنید. با شما هم یک روزی بدرفتاری خواهد کرد. شخصیت شناسی بر اساس شوخ طبعی. آیا فکرشو هم میکردید که با جوکهایی که فرد میگه و شوخیهایی که میکنه هم میتونید به شخصیتش پی ببرید؟ مخصوصا اگه کسی یک جوک رو چند بار تعریف کنه، باید به اعماق جوک فکر کنید و ببینید چه مضمونی میتونه داشته باشه. مثلا اگه کسی وقتی از کنار ماشین گرون قیمتی عبور میکنه و میگه ایوا کلیدش رو در خونه جا گذاشتم، به ظاهر شوخیه و همه رو میخندونه، ولی تمایل فرد به تجملات و مادیگرایی بودن اون رو نشون میده. شخصیت شناسی بر اساس وقت شناسی. آیا شما فردی وقت شناس هستین؟ کسی که میخواد اون رو بیشتر بشناسید او چی؟ اگه خودتون فرد وقت شناسی نیستین، باید بگم که این رفتار آزاردهنده هست و افراد دور و بر شما رو به مرور زمان کم میکنه، چون کسی که منتظر میمونه حس بدی پیدا میکنه. کسانی که وقت شناس هستن، افراد کاملا با انگیزه هستن که برای زندگی خودشون و دیگران ارزش قائل هستن و ساختار ذهنی منظمی دارند. در مقابل افراد وقت نشناس، افرادی بی ملاحظه و بدون برنامه هستن که مدام در حال دویدن و عجله هستن و همه کارهای خودشون رو در دقیقه 90 انجام میدن که خودشون هم آرامش ندارند. شخصیت شناسی معتبر بر اساس طرز نگاه. شخصیت شناسی معتبر نشون داده که هنگام نوشیدن چای یا قهوه، طرز نگاه طرف رازهای شخصیتی او را آشکار میکنه. خیلی جالبه که تا این حد ریزبین باشیم. این تست بیان میکنه که کسانی که موقع نوشیدن قهوه و یا چای به داخل فنجان نگاه میکنند، افراد ایدالیست، متمرکز و آگاهی هستند. ولی کسانی که به لبه فنجان نگاه میکنند، بسیار تحت تاثیر دیگران هستند و فرد بیخیار، برونگرا و قابل اعتمادی هستند. کسانی که موقع نوشیدن چشمای خود رو میبندند، افراد درد کشیده‌ای هستند، ولی میخوان خودشون رو با خوشی‌ها سرگرم کنند و به روی خودشون نیارند. شخصیت شناسی بر اساس تماس چشمی. آیا موقع صحبت کردن با کسی تماس چشمی کاملی برقرار میکنید؟ این شخص ممکنه مادر، پدر، همسر، دوست، رئیس، همکار و حتی غریبه باشه. کسانی که تماس چشمی نمیتونن برقرار کنند، نشانه عدم اعتماد به نفس است. این افراد کمی ضعیف هستند و اراده ضعیفی هم دارند. باید تلاش کنند که حتما تماس چشمی راحتی برقرار کنند. در مقابل کسانی که اعتماد به نفس زیادی دارند، به راحتی با هر کسی تماس چشمی برقرار میکنند و هیچ واهمه ای ندارند. این افراد در زندگی خود موفق‌تر از افراد دیگر هستند. شخصیت شناسی معتبر بر اساس جویدن ناخون‌ها.
حتما شما هم در زندگی با افرادی مواجه شدید که مدام ناخونهاشون رو میجوند و تبدیل به عادتی شده که ترک آن خیلی سخت هست. حتی شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید احتمالاً جزو این افراد هستید. این عادت یک نشانه شخصیتی هست. کسانی که عادت جویدن ناخون دارند و یا حتی پوست تن خود رو میجوند تمایل به کمالگرایی دارند و به خاطر همین نمیتونن آرامش خود رو حفظ کنند. شخصیت شناسی معتبر بر اساس حالت دست. ما انسان ها موقع حرف زدن با انجام کار دیگری ممکنه به طور غیر ارادی به دستامون حالت بدیم. از این حرکات دست میتوان به خصوصیات شخصی طرف مقابل پی برد. چگونه؟ ابتدا به این نکته دقت کنید که کسانی که موقع حرف زدن دستای خود رو زیاد حرکت میدند، افراد قدرتمند با اعتماد به نفس بالا هستند که دوست دارن دیده بشن و همه جا به اونها احترام بذارند. در مقابل کسانی که موقع صحبت کردن اصلا حرکات دست ندارند، افراد خجالتی و کمرو هستند که اعتماد به نفس کمی هم دارند و همیشه به دنبال راحت ترین کارها هستند، نه بهترین کارها. شخصیت شناسی بر اساس چک کردن گوشی. آیا می دونید که دیگران با توجه به چک کردن گوشی و زمان و مکان استفاده از گوشی پی به شخصیت شما می برند؟ شخصیت شناسی معتبر نشون می ده که با نحوه چک کردن گوشی هم می توان به شخصیت افراد پی برد. اگه شما فردی هستین که مدام شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام رو چک می کنید، این نشون می ده که شما در مورد مسائل عاطفی ثبات ندارید و همیشه حال هواتون در حال تغییر و دگرگونی هست. پس دقت کنید که کی و کجا گوشی خود رو چک کنید. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید و نظر خودتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.